پردینندگان تلویزیون ایتو در سراسر جهان. من پرویز نیمی هستم، مطابق معمول بعد از ظهرهای دوشنبه و چهارشنبه به وقت واشنگتن از ساعت 6:30 تا 8 در خدمت شما عزیزان هستم. امروز که برنامه خدمتتون تقدیم میکنم در واقع روز دوم دیماه، یعنی دوم زمستونه و روز 23 دسامبره. روز دوم زمستان که میدونید ماهای ایرانی خیلی ماهای مرتب و منظم و بهترین ماهای دنیاست، تقویم دنیاست و 6 ماه اول سال 31 روزه، بعد 5 ماه بعد 30 روزه، بعد ماه آخر که اسفنده روزاش فرق میکنه، گاهی 29 روزه، گاهی مثلا 30 روزه، بسیار تو این که سال طولانی یه روز ممکنه گاهی یه روز کمتر باشه یه روز بیشتر باشه. حالا در صورت دوم ده و 23 دسامبر هم که خب فردا 24 و پس فردا 25 دسامبر رو غربی ها به عنوان روز تولد مسیح میگیرن، در حالی که این 21 دسامبر ما میگیریم اونا 25 میگیرن. این یک روزی بوده در اینجا که همون 23 دسامبر بوده که میشده روز در واقع آخر پاییز یا شب اول زمستان. این روز رو تولد میترا بوده، میترا یا مهر همون از خورشید میاد و در اروپا اگر دیدی مسیح جونی میگرفت تمامشون میترائیسم بودن، بلکه از هم در کشور اروپایی محراب ها جایی که عبادت مهر رو میکردن، ما میگفتیم مهر، اونا رو گفتن میترا، عبادت میترا رو میکردن، در اونجا زیاد بود و این میترائیسم اینطوری به اروپا رفت که در جنگ های ایران و روم سربازان رومی یه مقدار زیادی اسیر میشدن، عبادت گایان ایرانی ها اسیر میشدن و این اسیرها که دوی زندان میموندن با آداب رسوم ایرانی آشنا میشدن. وقتی دوره اسارت چون تمام میشده کشورها سوال میکردن یا دوره اسارت تمام میشد یا برزنید اینا برمیگشتن به کشورشون، اون آداب که یاد گرفته بودن میبردن، از جمله میترائیس رو اینا بردن به اروپا. و چون سربازای جنگی، چون این از طرف سربازا اومد، اروپایی‌ها فکر کردن این خدای جنگه، به میترا یا مهر میگفتن خدای جنگ و در واقع خدای به زبان ما به هر حال خدای خورشیده. و این تولدش 21 دسامبر بود. اینا آمدن سال نوشون تأخیر دادن، اومدن به این نزدیک کردن که جشنهای سال نو مسیحی با سال با به اصطلا شب یلدا ایرانی همسان بشه و اینجا جشن میگیرن. و آثار این تغییر تقویم رو میتونید خیلی راحت ببینید دیگه. الان ما میگیم ماه دسامبر، همه میدونن که دس علامت دهه، مثل دسیلیتر که این دهم لیتره، یا مثلا دکامتر که یک که صد متره، ببخشید دکامتر ده متره، همیشه ده دسی دکا اینا علامت دهه. یا مثلا فرض کنیم که جای مختلف، ولذا دسامبر یعنی ماه دهم، نوامبر که نه که معنی بگه نو به زبان اروپایی این ماه نهمه، اکتبر که معلومه ماه اشتمه، اکتبر حتی اکتاپوس هم اصلا میان دیگه، اکتاپوب یعنی هشپا، خب هشپا یعنی ماهی، یعنی ماهی که مثل یعنی نرمتنی که به نام ماهی مرکب قدیر و مشهور بود، این همون اختاپوس معروفه که هشک پا داره و اکتبر ماه هشتمه. منطقه اینها وقتی ماه را جهر بجه کردن دیگه، مثلا فرض کنید که مارچ ماه اول بوده، در نتیجه جنوری فبرونی ماه 11 و 12 بودن و دسامبر ماه 10 بوده، درست بوده سریعش. وقتی که عیدشون عوض کردن دو ماه اوردن جلوتر، این همه به هم خود در مثل تقریم شون برای قاطع پاتی شد. ولی به هر حال ما ایرانی ها برای به ما میگن ایرانی امریکایی دیگه، درست؟ یا مثلا اگه تو فرانسه زندگی میکنم به ما میگن ایرانی فرانسوی. ولی ما من مراسم کشور میزبان به خصوص مراسمش که شاهدت بوده حتما میگیریم و ازش استفاده میکنیم. الو درود، گوشی داشته باشیم.
آقای ناصر توکلی روی خط هستن. درود بر شما، سرودی روی خط بفرمایید. آقای امینوی درود بر شما. در اروپا همطوری که فرمودید، در زمانی که رومی‌ها و ایرانی‌ها و اینا یک جنگلی داشتن، دین میسرائیل در اروپا، تمام اروپایی ها میسرائیل شده بودن و این چیزهای میسرائیل در حدود 360 هنوز در محرابه ها در اروپا از انگلستان گرفته تا روم وجود داره. بله، که خیلی از اینا رو بعدن کلیسا کردن. منتهاشون دیدن که کلیسا اومد دید که اینا روز همین یلدا سر زایش مهر رو جشن میگیرن و این مد شده و در تمام سرتاسر اروپا مرسوم هست این شب یلدا برای جشن گرفتن. اومدن تولد حضرت عیسی را که هفتم ژانویه بود در دادن، یواش یواش گذاشتن همون اول چله و از این یه خود تصوفیش و تموزیاد و از این کارا و اینا، ولی اصلش این تولد میسا و میساییس بوده که محرابه هایی که هنوز در سر تا سر اروپا وجود داره بیشتر 148 محرابه هست که در اروپا هنوز وجود داره. من از این که زنگ زدن که شماره تلفن ها رو اعلام کنم جناب مینوی. بله خواهش میکنم، لطف میکنیم. از رادیو میشنم، بعضی ها خوب در روی بعض بفرمایید تلویزیون مردم تیوی نگاه میکنن یا هر جایی نگاه میکنن، این تلفن ها رو من شمرده میگم یادداشت کنن و چون تلفن آقای سوروی رو زلط نگفتم، اول تلفن دوست گرام جناب سوروی رو اعلام میکنم. خوب مردم تیوی. بله بله، 703-957-61-50 تریاکود 703-957-61-50 این مال مردم تیویه درسته؟ مال مردم تیوی. بله، تلفن آقای امیدوار تلویزیون ای تو هست 703-655-52-68. پس اریوکلیف با مردم تیوی یکیه؟ بله دیگه، خب 703 هم مرد نه هدوشون واشنگتون، واشنگتون هم برست میفهمه. بله همین 703-957-61-50 مال مردم تیویه، مال ای تو 703-655-52-68. بله، تلفن خود جناب مینویی کسی خواهد زنگ بزنه من دو باش نمورده میگم یادداشت کنید و بیاین روی خط آقای مینویی سخن بدید. کاری دارید، حرفی دارید، تشویف بیارید، رو درمایسی نکنید. 281 اریاکود هست 835-363. یک بار دیگه میگم 281-835-363 این تلفن آقای مینونیه. آقای امیدوارم که گفتم 703-655-52-68. حالا تلفن آقای ناصر توکلی نگفتی؟ تلفن ما که روی رادیو هم هست 713-485-4300 ریاکود هست 713 شماره تلفن 485-4300. هر موقعی 24 ساعت دوستان خبری دارن کاری دارن بنده در خدمتشون هستم. بله، تلفن ها بود که دادم و از دوستان خواهش میکنم فقط شنو
سخنی برای گفتن دارم رو در بایستی نکنم. من بیفرمایشی باشه من در خدمتم. بسیار سپاسگزارم. نمیخواید ملاقات سیاوش لشکری بیداری رو بفهمی؟ ببینید بیداری رو من بارها گفتم و باز هم دو بار میگم من حفظم براموش کرده بودم و خیلی سپاسگزارم از شما که من یادآوری کردید. خواهش کن. این مجله بیداری که این از زحمت کشیده میشه و با یک تلفن برای شما فوری میفرستن من یادم است که یک بار من اعلام کردم و بعد از پنج دقیقه آقای سیاوش لشکری به من زنگ زدن و از من تشکر کردن و گفتن همین الان شما اعلام کردید یک نفر به من زنگ زد. تلفن آقای سیاوش لشکری اگر ایام هم بگذارید فوری براتون زنگ میزنم. تلفنشون ایریاکود هست 858 320 20 13. یک بار دیگه میگم یواش یادداشت کنید و این مجله بیداری خیلی مجله با ارزش یک نشر بگیرید، این رو مطالعه کنید به دردتون بخوره. از 858 320 2013. بسیار سپاسگزارم. پاینده باشید. این خدا حافظ و خدا نگهدار اینا یک عادتی شده که همه به هم میگن و خیلی مشکل به اصطلاح کنار گذاشتنش. خب بجاش میتونیم بگیم بدرود، میتونیم بگیم پاینده باشید، میتونیم بگیم شاد و پیروز باشید، خیلی لغتای دیگه میتونیم بگیم که حتما مجبور نکنیم خودمون رو به یک لغت به واژه‌های مختلف میتونیم همون مفهوم رو برسونیم. خب خیلی متشکرم. بحث طولانی داشتیم در مورد این برنامه‌ای که من صحبت کردم، هم چندی نفر بایشون بحث طولانی سر این قضیه بشیم و از جمله بحثایی که خیلی طولانی تر بود یکی آقای داوود کاشانی از پاریس بود، یکی خود آقای امید امیدوار بود که در واقع مقدار برداشت من از قضیه با برداشت این عزیزان و چند نفر دیگه زنگ زدن یک مقدار متفاوته. آقای کاشانی میگه که ما مردمانی هستیم که در ایران هستیم و در خارج هستیم، چه در ایرانیم چه در خارجیم، زورپذیریم و سودجو هستیم و به خاطر اینکه زور میپذیریم و سودجو میکنیم تعامل میکنیم در ایران این رژیم رو هیچ اعتراض نمیکنه، یه نفر میان دار میکنن میان نگاه میکنن تخمه میشکنن هیچ که اعتراض نمیکنه. واقعا هم راست میگن، ایشون راست میگن. من خودم یه ویدیو رو دیدم من چند روز پیش که یک نفر دارن میدنن یک بانوی رو که میگن مثلا اون خانمه اومده میگه که مثلا فرض کنیم که حجابت اسلامی نیست، یه در روسایی عقب یه در منطق مثلا تنگه، این داره میگیره این کشه به زور میکشه رو برای تو ماشین، این خانم جوانم هی جیغ میکشه فریاد میزنه سعی میکنه دست این دست خود رو خلاص کنه فرار کنه. مردم رو اصلا نگاه میکنه. اتفاقا یک تماسی با ایران بود گفتم آخه چجوریه این چجور که آقا نمیدونی این یارو که اینو میکشه میگیره خانمه که اینو میگیره هفتگرد و پاستار با لباس چخلی داره برشن. ببینید ما بیتفاوتی خودمونو بیهمتی خودمونو ببخشید خودم میگم بیارزگی خودمو میخوام یه جوری سرپوش بزنم روش میگم هفتگرد و پاستار اونجا آقا نیست اون ماشین بایستاد اون خانم پیاده شد چه جوری میگه هفتش تا پاستار هفتش تا پاستار رو من قبلا اون دو ایستادن به خانم میگم بیا اینجا وایسه که ما هفتش تا اینطور مواظب بشیم. این جوری نیست، اون خانم اومده پیاده شده و تازه هفتش تا پاستار بشن شما که نمیخواید برید بجنگید که هفته در نمیاری که رو یه دهات بزنید سرش خانم ولش کن هیچ که چی نمیگه. خب حق دارن اینا اینجوری میگن، در حالی که من معتقدم که خب من در یک قضیه با مخصوصا با آقای داوود کاشانی گفتم من قبول باید ما ایرانی ها طرز فکر خودمون رو عوض کنیم.
از اون زاویه که نگاه میکنیم به قول ایشون از یک زاویه دیگه نگاه کنیم. آقای امیدوارم که میگه که خود ایرانیان نرن ایران، راهشون یعنی قضیهشون نرن برن ایران، یعنی از ترسشون نمیرن دیگه. اگر تو امریکایشون که برن برگشتن چون مشکله، اگر تو اروپا باشن اونم لابد برن برگشتن چون مشکل میشه. و الان آقای امیدوار به من گفتن که یک خانوم آقایی که عرب بودن به بچه هاشون که خانومه صورت که پوشونده وقت دو چشماش معلومه، از اروپا میخواستن بیان امریکا برن دیزلند، راشون نهدن پیه، یعنی میخواستن تو امریکا پیه بشن راشون نهدن، گفتن برگری، گفتن میخواهم بریم دیزلند، اینا رو بزنن نمیخواه بری دیزلند. آخه اون خانمی که روسه اینطوری بسته، اون خانم بری دیزلند چیکار کنه؟ البته دروغ میگن آمه این ازدوری یه چیزی از بیداری بخونم. وعده دروغ، اسم عنوانش از وعده دروغ نشته که در سوره عنوانش هم نشون میدونی که شما ببینید که این است. ببینید اون وسط نشته وعده دروغ، این هم که من فلش دادم که اینو باید بخونم. در سوره بقره آیه 25 خدا میگوید، یعنی این جمله، یعنی این سوره بقره آیه 25 دیگه من شک توش که نیست که خانه کعبه را برای مردم جای امنی قرار دادیم، گفتیم در مقام ابراهیم گاهی نماز اختیار کنید، به ابراهیم و اسماعیل فرمان دادیم که خانه مرا برای طواف کنندگان و رکوع و سجود کنندگان پاکیزه کنند. خب این توی سوره بقره اینو نوشته. حالا ببینید چی میگه. این وعده خداوند برای بار هزاران دروغ از آب در آمد. میخونم. این وعده خداوند برای بار هزاران دروغ از آب در آمد. سقوط یک جبل ثقیل بر روی مردم در مکه و کنار خانه کعبه که باعث کشته شدن صدها و مجروح شدن بیشماری شد به ما میگوید، ضمن اینکه خانه خدا جای امنی نیست، متوجه می شویم در اسلام دروغ گفتن از خود الله شروع شده و به پیامبر رسیده و در نهایت تقیه جزء اخلاق مسلمانان گردیده است. پس ببینید دروغگویی از خود قرآن شروع شده، از خود الله شروع شده. این خانه رو خانه امن به ابراهیم و اسماعیل گفت اینجا رو امن درست کنن، پس چرا جلسه قلعه افتاد تو سر مردم؟ پس چرا این در این طواف کعبه، طواف مکه در منا شاید چرا 500-600 تا ایرانی کشته شدن؟ پس اینا چی بود؟ پس خداوند گفت اینجا جای امنیه، الکی گفت دیگه. خب اما اینی که خوندیم ببینید از وقتی که بشر خودش شناخته، مثلا فرض کنید که بشر یاد گرفته فکر کنه، از اون زمان حالا شاید مثلا 15000 سال پیش بوده بشر متفکر شده، 12000 سال پیش بوده، حالا دیگه به هر حال یه چیزی رو میگم با قبل تاریخ، یعنی نوشته نشده که چه جوریه. بعضی وقتا از روی آثار مثلا یه سنگ خاصی پیش میاد، دیگه کندکاری های از روی، یا مثلا یه دونه سفالی هست که مثلا معلوم میشه که این برای چی بوده، یا مثلا یه قطعه فلزی معلوم میشه برای چی. از روی اینا که وقتا نیم حد میزنن که در آن زمان مثلا در 15000 سال پیش در این منطقه چی بوده. ولی آنچه که مسلمه سوالی برای مردم بوده که انسان چجوری به وجود اومده. خب اون موقع آقای چارلز داروین که نیومده بوده که ثابت کنه که طبیعت تکامل پیدا، یعنی قانون طبیعت تکامله، این تکامل به چندین نوع، تکامل تنازع بقا است، تکامل طبیعی است، نمیدونم میوتاسیون یا جهش است، یا تکامل مصنوعی به دست بشر یا جوهای مختلف، اینا رو که پیش توضیح نداره و نگفته بوده که ایران از نسل میمونی نرفته بودن فسیلایی رو پیدا کنن که بعضی جزئیات به میمون میمونه بعضی جزئیات به آدم میمونه. مثلا فسیلایی پیدا کردن که مثلا فرض کنیم که مثل آدم راست راه میرفته و
پیشونی هم داشته، چون میمونه پیشونی ندارن، میدونی میمونه کلشون از میمونه عقب قسمتی به برای پیشونی ندارن، پیشونی داشته اما برگسته یه استخوانی زیر ابرو داشته. ببینید یعنی چی منظورم چیه؟ انسان ها ابروشون ابروه، فقط یه برگسته گوشتی و موه. اگه ابرو رو بکنید توی اسکلت برگستگی نیست، ولی در میمون ها اگه پوست سر رو بکنید زیر ابرو یه برگسته استخوانی رو اگه دست بزنید بینید اینجا این زیرش یه برگسته استخوان از به اون پایین مونید بینید بستگاه استخوانی. خب پس بنابراین پیشونی داشتن نشانه از انسان بودن، برگستگی استخوانی ابروانی نشانه میمون بودن. مثلا فرض کنیم که دندانهاشون مثل دندانهای انسان بوده ولی نیشاشون خیلی بلند بوده، علامت حیوانی، علامت میمونه. یا مثلا فرض کنیم که صفات مختلف دیگه، مثل نیمی از صفات انسانی نیمی از صفات حیوانی، وقتی شما اینو پیدا کردید خب میفهمید که این میمون بوده، در اصل تکامل به انسان تبدیل شده. اون موقع چارلز داروین این قانون رو نیاورد و مردم این رو نمیدونستن، نمیفهمیدن، ولی زا پیش خودشون فکر میکنن خب انسان از کجا به وجود اومده. حالا یک تعبیری هست در باورهای قدیمی ایرانی، یه تعبیری هست در باورهای قدیمی ابراهیمی، این رو با هم مقایسه کنیم ببینید کار سختی نیست، مقایسه کنیم ببینیم کدومش منطقیه. هر دوش افسانه است، ولی یک افسانه ایش با منطق و حقیقت جورتر میاد، یک افسانه است از حقیقت و منطق کاملا به دوره. اگه من بگم تر یه افسانه یه انسانی از یه درختی رفت بالا، درخت رو تکون داد، از این درخت پرید و یکی درخت شاخری گرفت رفت اون درخت، این ممکنه افسانه باشه ولی افسانه ایش که با حقیقت جور در میاد. اما اگه بگیم یه انسانی مثلا رفت روی کوهی، از روی اون کوه پرواز کرد اومد روی درخت نمیشد، خب این دیگه اصلا افسانه است که اصلا با حقیقت هیچ هماهنگی نداره. حالا در باورهای ابراهیمی، یعنی باورهای که از دین کلمه شروع شده و دین مسیحی مقداری و دین اسلام بسیار زیاد کپی کرده از اون، تقلید کرده، باور بر اینه که خدای بهشت ساخت، تو اونجا جوی شیر گذاشت، جوی یعنی مثل رودخونه شیر از اون تو میره، جوی عسل گذاشت که مثل رودخونه عسل از اون تو میره، جوی شراب گذاشت که خود از اون تو شراب میره. این شراب ها کجا میره؟ این شیره وقتی میره جوی را میره دیگه، آبش میره توش، این میره کجا میره؟ یه استخر اونجا شیر در میشه، اون نگفته دیگه کجا میره، استخر شراب و استخر عسل نگفته. خب همینجا وقت جور در نمیاد، آخه شیر اقلا اگه فکر میکردی که در زمان پیغمبر بطری نبود، پیغمبر نمیدونه بطری چیه، اگر میگفت مردم نمیفهمه اقلا میگفتی شیر تو مشکه، آخه شیر تو مشک بود قبلا، شیر تو جوبه، اصلا نمیتونی بگی تو کوزه هست، کوزه که بود که، خمره که بود که، چرا گفتی تو جویه؟ شراب، خب شراب تو خمره بود، شراب که تو جوی نبود، خب تو جویی که خاک میدید، آشغال میدید، برگ میدید، چی میدید توش؟ بعد گفت اونجا آدم رو اینجوری درست کرد که گل بدبوی رو برداشت، حالا چرا گل خوشبوی رو برداشت، چرا گل معمولی رو برداشت و این گله رو مثل مجسمه سازی که درست میکنن، یه مجسمه یه آدم کله درست کرده، دست و پا و همه چیز درست گذاشت و بعد مجسمه بود دیگه. بعد اومد دو دماغش یه فوت کرد، دماغش یه فوت کرد، این شروع کرد راه رفتن، این آدم شد. بعد تنها بود، از دنده چپش هم یه تیکه کرد انداختن، این شد حوا. بعد هم یه سیب اونجا بود که خیلی خوشگل و خوشمزه و خوشعط بود، اینا میخواستن اینو برن بخورن، گفت نه این نخورید. خب غیر منطقیه، خب تو سیب رو نمیذاشتی اونجا قرار نخورن، چطور شیر و عسل و آب رو گذاشتی، شراب رو گذاشتی، گفتی بخورید، این سیب رو گذاشتی میگی نخورید، مثل که این روی میزی غذا بچینین دو سه جور به بچه بکنی غذا رو نباید بخوری.
آخه بچه نمیگه آخه پدر مادر من، خب اگه عقلتون خوبه چون میگه جلو من اگه من نباید بخورم. بعد تازه یه شیطان هم گذاشت که بگه اینو بخور، سرش کلا بذار بگه بخور. این ببینید همه اینا غیر منطقیه. حالا این در باورهای ایرانی چی بوده؟ در باورهای ایرانی اهورامزدا به مشیا و مشیانه، یعنی به آقا و خانوم گفت شما را از زندگی گیاهی به زندگی انسانی برگردوندم. یعنی گل نبودید، از خاک و آب و گل درست نکردم، از زندگانی گیاهی به زندگی انسانی براتون گردوندم. خب به هر حال پس میفهمه که این از هیچ نمیتونه با فوت بود، نمیشه، یک زندگی گیاهی بوده برگردونده به زندگی انسانی. البته ما میدونیم که ایفقی گیاه به جانور تبدیل میشه. در اون اول اول آغاز یه تکسلولی بودن که صفات گیاهی و جانوری رو داشتن، منتها اینا که همینطور رشد کردن شاخه جانوری جدا شده، شاخه گیاهی جدا شده، دیگه هیچ شاخه گیاهی با شاخه جانوری هیچ ارتباطی با هم ندارن، در واقع گیاهی به جانور تبدیل نخواهد شد. اما از اون که گل برداش فوت کرد منطقی داره. این میگه از شما را از زندگی گیاهی به زندگی انسانی تبدیل کردم و به شما خرد دادم و شما مسئول اداره این خاک در اختیارتون، کره‌ای که در اختیارتون هستید و بعد اینجا رو با خرد خودتون اداره کنید. و بعد میگه اگر خوبی کنید، اگر زراعت کنید، اگر آبادانی کنید، اگر روشنایی باشه به من اهورامزدا کمک کردید، اگر تاریکی بیارید، اگر گرسنگی بیارید، اگر مریضی بیارید، اگر قحطی بیارید، اگر دروغ بیارید به اهریمن کمک کردید، پس شما دنیا رو با خرد خودتون خوب اداره کنید. خب این حرفا منطقیه، یعنی نمیگم ببینید میگم منطقیه، منظورم اینه که هر دوش افسانه است. خب هیچ نه اهورامزدا اومده اون کاری کرده، نه خداوند اومده اون کاری کرده، همه اینا رو درست کردن، پیامبرانشون درست کردن، ولی در اینجا میبینیم منطقیه، در اینجا غیر منطقیه. ببینید اهورامزدا میگه که هر دستی که بذر گندم رو میپاشه این دست قابل ستایشه. منظور از این گندم پاشیدن نیست، منظور دستی که کار میکنه، دستی که کار میکنه، بدنی که کار میکنه، انسانی که کار میکنه قابل ستایشه. همش در باورهای ایرانی میگن آبادانی، داد، دهش، آباد کنید، عدالت را اجرا کنید، بخشش کنید. در کتاب اوستا در جاهای مختلفش میگه که حتی به دشمناتون هم امنیت بخواد، برای دشمناتون هم کیخسرو میدونید که کیکاووس پسری داشت به نام سیاوش. سیاوش رفت توران، توران منظور از توران میدونید کجاست؟ توران آسیای مرز چینه میگفتن، توران یعنی اونجایی که مغولها و تاتارها و هونها و اینا بودن، اینا رو بگن توران. و خاقان چین، گاهی وقتا در کتاب شاهنامه و در جای دیگه خاقان چین پادشاه ترکان حساب میشه. ما میدونیم امروز چینیایی محالی چین چینی حرف میزنن، ترکی حرف نمیزنن، ولی در اون چون عمل بودن قاطی بودن اینا، خاقان چین رئیس ترکان خوانده میشه و افراسیاب یکی از اون رؤسای ترکان تورانی، اونجا رو میگن توران، در جاهنامه توران نامیده میشه. یعنی منظور اینه که وقتی از ترک صحبت میشه نه منظور آذربایجانی هستن، نه منظور ترکیه هستن. حتما شما میدونید که در زمانهای قدیم نه مردم ترکیه ترکیه هر میدونن، نه مردم آذربایجان. زردشت از آذربایجان، زردشت اگه زبان ما داشت ترکی بود کتاباشو به ترکی می‌نوشت. همینطور در ترکیه امروزی، اصلا اینجا که ترکیه نبود که، اینجا نیمیش از ایران بود نیمیش از روم بود، نه ایرانی‌ها ترکی هم می‌دونن، نه
رومیا ترکیه میزن. بعد اینکه عثمانی ها اومدن اینجا، یعنی اون فرستاده های غلامان ترک خلفای عباسی اومدن اونجا حکومت رو از طرف خلفا به عهده گرفتن، اونها ترکی رو رواج دادن و مردم اونجا ترک شدن، یواش یواش ترک زبان شدن. البته ترک نژاد نیستن، کمون که مردم ترکیه مخلوطی از نژادهای اروپایی و نژادهای آسیایی و افریقایی و قاطی هم دیگه. اونا شما میبینید که یکی مثلا یک کسی از موهاش پور چشش آبی، اون بغلش مثلا همسایه‌شون چشش سیاه موهاش سیاه، قیافه های اروپایی قیافه های آسیایی اونجا یاد میبینید. البته در اینا هم میبینید، در اینا مثلا فرض کنیم که در رضایه بسیار قیافه های اروپایی میبینید. حتی من در تفرش که بودم 6 سال من در یک شهر بنام تفرش کار میکردم، در اونجا خانواده های بودن که چشاشون آبی بود. ببینید من بچه که بودم مثلا کلاس سوم ابتدایی بودم، یعنی مثلا 9-10 سالم بود، یک فامیلی داشتیم که یه سالمون از من بزرگتر بود، برای هم کلاس بودیم. این گاهی وقتا میامد که منو بزنه، من ازش میترسیدم، فرار میکنم. هر وقت این میامد با من برخورد کنه، هر وقت اون خشمگین بود من ترسیده بودم. یه روز اون خشمگین شد، منم خشمگین شدم. اون اومد منو بزنه، منم رفتم جلو ولش کنم، افتاد زمین. بعد از اون وقت اون دیگه من میترسید. ببینید این رو ما به دنبال افسانه ها نیست، نباید بریم، نباید بگیم که آقا مثلا در 2500 سال پیش چه جوری بود، چه جوری شد فلان یا، ولی باید اونها رو بدونیم و بفهمیم که امروز ما خیلی خیلی از اونها به دور افتادیم. روحیه اونها رو بگیریم. وقتی اونها نیمی از دنیا رو داشتن، این نیمی از دنیا رو که داشتن یک اخلاق و صفات و رفتار رو داشتن که اون نیمی از دنیا رو داشتن. ما اون رفتار و صفات اینا رو از دست دادیم. ببینید در به طور کلی در اغلب نقاط دنیا اونی که فرمانده میشه زیرش زیادتره، زرنگی هم داره، در نتیجه فرمانده میشه. رئیس قبیله که رئیس قبیله مثلا فرض کنیم که یک خارنشین بودن، یه سری مثلا 50 نفر توی خاری زندگی میکنن، یه نفر رئیس این 50 نفر بوده، اون رئیس با رأی که انتخاب نمیشده که، با قدرت. این رئیس تو شکار دست یعنی بهترین کار رو میکرده، فرماندهی میکرده، تو برو اونور تو برو اونور اونور، مواظب بوده که خودش و دیگران از این گزنده نهبان در امان ببینن و در زن چجوری حمله کنن که این نهبان رو بگینن، ولی که قضاشون رو دیگه بعد این میگرفتن میخوردن. خب اون با اون زیرش و با اون زرنگیش میشود رئیس قبیله. حالا اگر مثلا 5 سال میگذشت یه جوانی از اون قبیله گم بزرگ میشود که رشاش اون جوانی زرنگی و قدرتش از این رئیس قبیله بیشتر بود. در یه نبرد تن به تن یا در یک شکار اون که تال جوان تره زرنگ تره کار میکرد که اون قدیمیه یه جوری مثلا تلف بشه، بعد میومد رئیس قبیله میشد. افراد که از این اطاعت میکردن دو دلیل اطاعت میکردن، یه دلیل که میگه این خوب هدایت میکنه قضا براشون تغییر میکنه، یه هم که میترسیدن اگه اطاعت میکردن میزد. در کشورهای غربی پادشاهی اینجوری بود، یه نفر قوی بود، این اومد به جنگ میکرد، بقیه جاها رو میگرفت. هی جنگ میکرد، تعداد سربازاش بیشتر میشد، بعد بیشتر جنگ میکرد، بیشتری جاها رو میگرفت و این میشد به اصطلاح فرمانده، میشد سلطان، میشد امیر، هر چی که اسمش بود. در ایران اینجوری نبود. من دو تا نام یادمه، خونده بودم دقیقاً از کتاب روزگاران عبدالحسین زنگی خوب خوندم و در چند جای دیگه هم خوندم، ولی الان این اسما بدون دیگه خب به هر حال اینجوری دیگه من حافظم مثل مثلا آقای افرادی هستن نابغن تو حافظه، یکی رو میخونن همیشه یادشونه، ولی من مثل آدم های معمولی هم یه سری میخونم اگه مدتی بهش مراجعه نکنم فراموشم میشه. دو تا نام در تاریخ ایران ذکر شده قبل از پادشاهی، قبل از تاریخ، نه
قبل از تاریخ نه، قبل از پادشاهی، قبل از پادشاهی ماد، قبل از پادشاهی پارس، از قبل از اون دو تا نام هست به نام هوخشتره و دیاکو. اینها افراد بودن، یکیشون پدر بود، یکیشون پسر بود، یا یکیشون پدر بود، یکی نوه بود، اینجوری. به هر حال مردم رفتن به اینها گفتن بیاید قضاوت کنید بین ما. ببینید که برکه بسیار دعوا میشد، دعوا بسر چی میشد؟ مثلا یه قناتی بود، قنات در ایران 2500 سال پیش قنات بود، یا یک چشمه بود، یا یک جویباری بود، این میخواست زمین خودش آب بده، اون میگه من میخوام آب بدم، دعوا میشد. بعد یه نفر میگفت آقا مثلا این آبو تقسیم میکنیم به هفته، هفته مثلا از این هفته مثلا دو ساعتش مال تو، دو ساعتش مال تو، دو ساعتش مال تو، دو ساعت، یا اون زمینش میکرده 3 ساعت مال اون، یا اون میکرده 4 ساعت مال. یه جدولی میذاشت که این تو بر اساس اون جدول این آب رو ببرن. و یا مثلا فرض کنیم که اگر گاو یه نفر میرفت در اون یارو لوبیا کاشته، لوبیا یارو میخورد، بعد یه جور میگه آقا چرا این گاو رو، من اون موقع دعوا با چوب و بیل و اینا میشد. گفتن آقا یه قاضی بذاریم که این قاضی بیاد بین ما اختلافامون حل کنه. قاضی میگه آقا گاوای تو رفتن لوبیا هایی که این کاشته خوردن، تو باید مثلا منظور فرض کنی که 5 من لوبیا به این بدی، یا معادلش معادل قیمتیش مثلا 2 گوسفند بهش بدی مثلا. اینا خانم بعد یکی از اینا یه مدت که قاضی شد گفت اون گفت من دیگه قاضی نمیخوام بشم، من قاضی شدم از کار خودم عقب افتادم، من دیگه به زراعت و دامداری خودم نمیتم، حاضر نیستم قاضی بشم. اومدن بهش گفتن نه، ما به تو یه مقدار پول میدی که تو هم گارد بگیری که مواظب خودت باشن، یه نفر قضاوت برای یه نفر خوش نمیاد نیاد تو رو بکشه، همین که به پول میدی که تو زندگی تو بچرخون، تو بشو قاضی ما. پادشاهی از قاضیگری انتخاب شد و قاضی قانون اجرا میکرد. مثلا فکر کنم اگر این آب باید 2 ساعت به این زمین برسه، قاضی میباید اون قانون رو اجرا میکرد که اون آب این 2 ساعت به اونجا برسه. در حالی که مثلا پادشاهای بعد از اسلام همه اصلا سلطان بودن، این سلطه‌گر بودن. آقا 2 ساعت آب، من میخوام به این 20 ساعت آب برسه، تو اصلا برو بمیر، من میخوام به تو آب بدم. قانون رعایت نمیشد، اصلا قانونی وجود نداشت. در حالی که اونجا قانون بود، ولذا مقام پادشاهی در ایران مقامی بود که بهش گفتن فر پادشاهی داره. فر پادشاهی داره یعنی نه اینکه مثلا اول مزدا اومده گفته نیم فر داری، نه اینطوری نبود. هر کی با خرد بود، هر کی عادل بود، هر کی با قدرت بود، هر کی درستکار بود، هر کی هوای عمل داشت عدالت رو، همه در کتاب قدیم ایرانی همش میگه دادگری، آبادی، دهش. دادگری یعنی بکنید ظلم نکنید، آبادانی همه را آباد کنید. در یه جو مثلا میگه که مثلا فرض کنید که پادشاه به یه نفر پیغام میده که تو از این که درختای میوه رو بردی اون طرف فرات، رودخانه فرات میدید، دو تا رودخونه تو عراق، دجله و فرات. دجله اون طرف ایران نزدیک به ایرانه، فرات اون طرف در دوره که اینا میان با هم بز میشن، میشن شط العرب، بعد کارون هم بهشون بز میشه، همشون با هم میشن شط العرب، میرن که توی خلیج فارس میزن. سه تا رودخانه از سمت چپ حساب کنیم، فرات و دجله و کارون، کارون خاک ایران، اون دوتا خاک عراق، اینا معمیک میشن. گفت برای که تو درختان میوه رو بردی اون طرف فرات کاشتی، من بسیار از تو سپاسگزارم. ببینید این کارشون بود. شما تو یه دونه مثلا فرض کنید که انجیلایی که مثلا نوشته شده تو یه دونه کتابای تو دارم، ببینید یه دونه میگه آقا درخت میوه رو ببر اونجا بکار. اصلا عیسی، کتاب عیسی یه جا میگه برو کار کن، همش میگه ما رو به مردم ببخش. عیسی بیا آقا، اگه کت منو خواستن من پیرهنم بهش میدم. آن چه منطقیه؟ تو چند تا کت داری؟ چند تا پیرهن داری؟ از در خونه رفتی بیرون دیدی 10 نفر بایستی، من چه کار میکنی؟ همشون میگه ما پیرهن میخوایم، تو به همشون باید کتم بده. آخه این دینی، این برای کتک داری، این برم بزن.
آقای این عکس رو نشون میدم. این نوشته که این آقا بنیانگذار فیسبوکه. اونم خانومش، اونم بچهش. حالا مطلبش رو براتون میخونم. این مطلب از کجا هستش؟ از ایرانیانه. بنیانگذار فیسبوک همزمان با تولد اولین فرزندش هدیه سخاوتمندانه به دیگر نوزادان هم نسل فرزندش اهدا کرد. مارک زاگربرگ بنیانگذار فیسبوک و همسرش پریسیلا چند همزمان به معرفی دختر نوزاد چون مکس به جهان وعده دادن 45 میلیارد دلار صرف بهبود زندگی فرزند خود و هم نسلهایش و نسلهای پس از آن بکنند. مارک و پریسا هفته گذشته صاحب اولین فرزند علای مجکانه های برحال ایشون یه جمع آنها علاوه بر این 75 میلیون دلار هم به بیمارستان عمومی زاگربرگ در سان فرانسیسکو بخشیده بودند. زاگربرگ 31 ساله و همسرش برنامه‌ای به دخترشان مکس نوشتن ما هم مانند دیگر پدر مادرها می‌خواهیم تو در دنیای بهتر از دنیای ما بزرگ بشی. برام این سخاوتمندی آقای مارک زاگربرگ بنیانگذار فیسبوکه که ایشون یه جایی گفته که من 99% از ثروتم رو وقف میکنم برای کارهای خیریه و در قبل از اینکه وقف بشه خودش هم ببینید 45 میلیارد اینقدر پول اینجوری پول داده. در حالی که حالا من در کتاب آقای شاهین نژاد بررسی باورهای ایران شهری میخوندم که یک حرکت فرا استعماری، یعنی خیلی بالاتر اولترا استعماری به وجود اومده که در این اولترا استعماری همه مردم رو جهان رو بخوان استثمار کنن ولی ملیتی وجود نداره. یعنی فکر نکنه امریکایی مثلا فرض کنید مردمان مثلا اردن یا ایران رو چی میکنن، نه، یک چیز فراملیتی، یعنی یک گروه هایی که اصلا شناخته نمیشن، ما نمیدونیم کیان ولی هستن. اینا میخوان اداره صنایع جهان رو، اقتصاد جهان رو به دست بگیرن و هدفشون فقط ثروت اندوزیه. من این که ثروت بلای شده، پول یه چیزی بوده که اولا مبادله کالا بوده، خیلی خوب بوده و خیلی چیز خوبی، کار، مزد، حقوق فلانه، ولی هی جمع کنی باز با این قدرت پول باز پول بیشتری جمع کنی، باز با اون قدرت پول گروه بیشتری جمع کنی، همه چی دیگه تعلق خاطر به سرزمین، تعلق خاطر به خانواده، تعلق خاطر به هر چیزی عبه میره. فقط انسان میشه مثل ربات. تو اونجا کار میکنه اینقدر پول میگیری صدتم در نیت خفه بشو، نه به این که من ایرانی هم، نه این که من امریکایی هم، نه این که من طرفدار حافظ هم، نه این که من طرفدار مولوی هم، نه، هیچی. تو فقط پول میگیری کار تو کن، حرف هم نزن. با اون ثروت ها جمع میشه، معلوم نیست این ثروت ها چجوری جمع میشه. ممکنه مثلا فرض کنیم که همه جمع میشه در یک کارخونه، مثلا میره تو بنگلادش مثلا، بله، مطابق معمول وقتی که اسم نباشه من قطع میکنم چون که نمیم کیری. یه تیکی از جوانان میخونم، مجله جوانان نوشته که من از این با هم میخونیم که شما
نوشته 700 کیلومتر مربع از بستر جنوب دریاچه ارومیه دوباره زیر آب رفت. خب حالا این تیکار میکنم، من مقاله واضح نیست، گیج من شدم. یکی میگه که 700 متری زیر آب رفت، یکی میگه همش 1100 متره، یعنی از اول مساحتش 1100 متر بوده. پس 700 مترش 700 کیلومترش اگه 1100 کیلومتر 700 متر زیر آب رفته. پس نوشته که اتصال زرین رود به سیمین رود است، دو تا رودخونه رو به هم وصل کردن که مثلا یکی آبش یه طرف دیگه میرفته، یه طرف یکیش میومده توی دریاچه رضاییه. اون دو تا رو هم وصل کردن، آب بیشتری میاد توی دریاچه رضاییه و در نتیجه این و زمین بارانها سبب شده که به این زیر آب بره. البته ببینید اینا میگن که دریاچه اینجوری خوش شده که اومدن صد زیاد بستن سر دریاچه، رودخونه ها که میامده به دریاچه صد بست، صد رو بستن، آب صرف کشاورزی شده، آبی که من جمع نکردم ببرم بفروشن، که آب رو صرف کشاورزی کردن، یعنی آب رو به کار بردن باغ و مزرعه و اینا، مثلا نخود و لوبیا و انگور و کاهو و گردو و بادوم اینا رو کاشتن دیگه، محصولات کشاورزی برات اینا رو استفاده کردن. خب البته باید یک کنترلی باشه که این عده سطح ها اونچنان نشه که دیگه به دریاچه هیچ آبی نرسه، همه آب رو بگیرن بدن بیرون، باید یک مقدارش باشه که برای رودخانه بمونه. در کشور اروپایی که سد میزنن بسیار بسیار حساب میکنن و روی حساب میدنن، حتی مثلا یه سری حتما همه تو میدونه دیگه، یه سری ماهی ها هستن که توی دریاچه زندگی میکنن یا توی دریا زندگی میکنن، بعضی از این ماهی ها موقع توق گذاری میرن رودخونه ها، میرن از رودخونه ها میرن بالا. خب مثلا بره به دیگه برسه به سد چجوری به پرستد بالا، بعضی ها در کنار این سد ها خوزچه های کوتاه کوتاهی میذارن که آب از اون میدونی تو این تو این ماهی ها میتونه از اون بپره تو این، از این بپره بالایی، از این بپره بالایی، بره اون برسد اون رو برشون پیش بینی که الان که بتونن برن، حتی اون رو حساب کردن، آب سرد هم حساب کردن. ولی یه پدیده هست به نام خوشسالی، اینی که نمیتونی جلوشو بگیری دیگه، که در تمام دنیا هست این پدیده هست و این پدیده به علتی که گرم شدن کره زمینه، گرم شدن کره زمین باعث میشه خیلی خیلی خطرات زیادی داره. میدونید اولین چیزی که میبینید آبها زیاد تبخیر میشه، در نتیجه ابرها زیاد میشن. حالا این ابرها متاسفانه کنترل شده که نیستن، که خدا میراب خونی نیست که آبا رو قسمت کنه، که ول میکنه همینطور به امید شیطان نبود. یه جایی بارانهای زیاد میاد، سیلاب را میفته، آن سیلاب ها انقدر شدیده که خونه ها خراب میشه، بعد اون وقت طوفان های دریایی زیاد میشه، بعد المینیو میشه، باران های بسیار زیادی که از اینا میاد، آبی که ور میداره شهرها رو، یه جا هم خوشتالیه اصلا آبی به اونجا نمیرسه. برحال بشر باید یه روی تسلط پیدا کنه بر حرکت ابرها، هیچ راهی نداره که تسلط پیدا کنه و یک اختراعاتی باید بشه. مثلا فرض کنیم که من نمیدونم مثلا یه سیمی توی هوا کشیده بشه، یه جریان الکتریسیته باشه که ابرها رو بخار آب رو در یه جهتی هدایت کنه، باید یه اینجور کارایی بشه. بگم نمیشه. ببینید الان مثلا فرض کنیم در تهران، در ایران، کشور خودمون ایران، یه سری کوههای البرز شمارش دامنه های مشرف به مازندران گیلانه، جنوبش مشرف به شهرهای جنوبه، از جمله تهران، یک کمی پایین تر قزوین، قم، قاشان، اینا بی آبن، آب ندارن، بارندگی نیست، اون ور کوه بارندگیه، برف، این ور کوه چی نیست، بخار آب که میاد از اینقدر نمیاد بالا که از این کوه ها رد بشه. خب بالاخره باید یک کار بکنن، نمیتونن همینطوری بمونن، که باید تونل بکشن، فن بذارن، نمیدونم یک کارایی بکنن که این بخار آب از اون ور بیاد به این ور یه مقدارش، اونجا زیادی بارو نه که شهرها ببره اینجا خشکی بمیرن. اما تیم کار خدا باید بشه، منطقه خدا دیگه، اما خدایی که تو خونه جرد سقل میفته رو مردم، تا
توی خانهش نمیدونم چندین هزار نفر میدن زیر دست پا، این خدا دیگه از اون خدای قدیم بود اون کارا نمیکرد. خوشتاری توسعه بیش از حد کشاورزی با استفاده از روش قرقابی و حفر چاهای منه قرقابی ها میشید. ببینید آبیاری چندین جوره. یک آبیاری اینه که سنتی ایرانه، یعنی بیل وردار آب جود میاد واکن بره تمام مزرعه پر بشه. یک آبیاری هست من تو امریکا دیدم، یک لوله خیلی بلندی هست که چرخ داره، یعنی مثلا یک لوله اینطوری مثلا مثل سکایی در نظر بگیری که لوله رو تو سکا رد کردیم، منتها خیلی بزرگه، یعنی قطر این مثلا فرض کنیم که 3 متره. این لوله رو با آب وصل میکنه، آب به این لوله وصله، منتها این لوله رو باید از دو طرف بکشن، دو تا ماشین این لوله رو، این دو تا لوله رو مثلا این طول لوله فرض کنیم که 50 متره، عرض مزرعه 50 متره، این از اینجا میاد دو تا وسیله اینو میکشه، همینطوری که میکشه آب تو اینه آبا میریزه، بارون مثل که یه لایه بارون روی مزرعه میاد. خب به یه اندازه معینی همه جای مزرعه آب میگیره، اما مال ما چجوریه که بولی که میزنیم اینجایی که جوبه این ور مزرعه تا آب برسه اون ور مزرعه این ور حسابی آب خورده اون دارم نه، شاید این میگن قرقابی من نمیدونم. یه سری بهترین کار اینه که زیر زمین لوله های میزنن که روی سوراخ داره، یعنی وقتی به آب وصلش میکنیم از زیر زمین آب میرسه به ریشه گیاهان، اصلا روی زمین آبی شما نمیبینید، آب زیر زمینه. و مثلا در ایران روش های بارونی بود که مثلا لوله میکشیدن از این سرزمین به اون سرزمین، لوله های متعددی که فشار آب وصل میکردن، از این لوله ها قطرات باران یه دفعه میبینید مزرعه رفت زیر باران. برای روش های مختلفه، اونی که آب بگی با بیل از این بر اوور اون بدترین فرمش، یعنی بیشترین میزان آب رو مصرف میکنید و دوست رو شاید بی خودی مصرف میشه، چون یک بوته مثلا سیب زمینی احتیاط به مثلا 3 لیتر آب داره، شما این سیب زمینی که این جلوان بهشون 20 لیتر آب میدی، اونه که اون تهن تا آب برسه اونا 1 لیتر هم نمیرسه، پس همین چه روش خوبی نیست، یعنی آب رو هدر میده. من پیش خودم فکر میکردم که یک زمان مثلا یک سطح زمین رو یک قیرگونی رو بزنن یه جوری که آب نفوذ نکنه، خاک رو بزنن 2 متر رو این، بعد آب بدن که این آب از شیب میاد از این زیر میاد اضافهش اونجا جمع میشه، اون آب اضافه رو دوباره استفاده میکنه برای آب دادن. خیلی راه مختلفی باید باشه که باید دانشمندان روش کار کنن. میدونید اون همون میگن کمپانی های فرا استعماری اونا رو این کارا کار نمی کنن، که اونا میخوان یه پولشون یه جایی بتونن که سر یک سال مثلا 100 میلیون شون بشه 120 میلیون، حالا باید رو آبیاری کار کنن. من یک مقاله نوشتم یک اشاره کردم در این برنامه همون چهارشنبه پیش، حالا میخوام اگه فرصت بشه بخونم. 12 ببینید اخیرا یک کنگره و سنای امریکا و رئیس جمهور یه لایحه تصویب کردن که یک ایرانی ساکن امریکا اگر بره به ایران بخواد برگرده باید ویزا بگیره. البته خب خیلی خوشحالی میکنن، میگن خب حقشونه، گور پدرشون. نرن ایران، چقی دارن برن ایران، چقی دارن برن. ما ملت ترسو و سودجویی شدیم، ما شجاعت امنیت از همون رفته. من گفتم یه دفعه یه دو تا مطلب گفتم تکرار میکنم ولی تکرارش لازمه. نوشته بود اون مورخ، نوشته بود که ما 4 نفر بودیم از صحرایی میگذاشتیم، مغولی در ما رسید بانگ زد که بمانید تا شمشیر بیارم سرتان را بزنم.
اون نویسنده میگه که به خدا قسم من یک بک ریختم آن سه ماندن. ملتی که حالا این ممکنه اقراق باشه، ممکنه اصلا حقیقت نداشته باشه، ولی به همین هستیم دیگه، به این هستیم دیگه. ملتی که بهش بگن اینجا وایسو من میرم شمشو میرم کلمتی میزنم، ملتی که پان بر نمیداره سنگ بردارم پشت بزنه به کله اون یارو، اگه چهار نفری بردارن چهار تا سنگ بردارن بپرن یارو پلکی پاش بگیری که دست بگیری که بزن تو کلش، خب میکشنش دیگه. چهار نفری باید میشن تا بیاده. گفتم تو یه فیلم این بود جماعت افغان نشون میداد که سوار یک تراکی شده بودن، یک جایی که مثل چیزی که اتاقش بازه اون تو باره میزنن، به جای بار نشسته بودن. یک سرباز روسی تو افغانستان به اینا رسید، تفنگ نشانه رفت، گفت ایش همه ماشین ایستاد. اومد جلو به یک خانم جوانی که تو جمعیت بود گفت تو بیا پایین. یه مردی که اون طرفتر بود که نسبتی هم به این خانم نداشت گفت من اجازه نمیدم تو اینو ببری پایین. سرباز روس گفت با همین تفنگ پیشونیتو سوراخ میکنم. اون بهش گفت ببین حواست باشه که تیر اولت خطا نره، اگه تیر اولت خطا رفت من وقت تفنگ ازت گرفتم تو رو کشتم. سرباز روس گذاشت رفت. اینا میگن فیلمه ولی نشانی از واقعیت داره. ما خیلی ملت میدونیم در اصل این ظلم هایی که بینیم شده، عرب ها حمله کردن، مغول ها حمله کردن، پادشاهانی که پادشاه که نبودن، سلطان هایی که به مردم زور گفتن، نمیدونم پادشاهی که فقط قصدشون بوده که حرم سرا داشته باشه پسرای خوشگل دختره خوشگل بیاره ترتیبشون رو بده و میفرست معمول میفرسته تو شهر ببینی که آقا کدوم جا چیز خوشگلی پیدا میشه بهبود. اصلا فکر ملت نبودن، فکر سازندگی نبودن. مردودیشون مثلا اومدن یه ساختمونی ساختن و خیابونی ساختن و جادهی ساختن و کار بقیهشون فکر چیز خودشون بودن، خوشگذرانه خودشون بودن. پادشاه سرسره درست میکنه زنها لخت از اون سرسره بیان پایین جیغ بگیرن خوشش بیاد. اونه که وقت داره بینه برای مملکت کار کنه. بعد اونه باعث شده که مثلا فرض کنیم که دین بودا مثلا رواج پیدا کنه. بودا چی میگه؟ بودا میگه که برید از لذت‌های دنیا صرف و نظر کنید، برید اصلا تعلق خاطر پیدا نکنید، اصلا هیچ چیزی رو دوست نداشتید، چون اگه دوست داشته باشید اون چیز از بین میره و شما غم می‌خورید. بعد سلسله‌های درویشی و عرفانی و اینا تو ایران رواج پیدا کرد. البته اینا اولش یک مثلا به این باورهای می آوردن، می گفتن که آقا انسان باید مستقیما با خدا رابطه داشته باشه، یعنی هو حق هو حق هو اینطوری می کردن، یعنی باید ما رابطه همون مستقیما با خدا باشه، یعنی این همه امام و پیغمبر و فلان اینا و این همه مقررات و قانون ها اینا بذار کنار، دلت با خدا یکی گم بینه خدا چی. خب بابا این موج رادیو رو که بگیری، رادیو مثلا فرض کنیم که رادیو وایس امریکا رو میگه، موج خدا رو نمیتونی بگیری، این دروغه. یارا میگن که مردت رو جور کنی موج خدا رو میگیری. بابا خدا موج نداره والا، اگه موج داشت که این جرسقه نمیفتن تو خونه خود خدا، که اگه موج داشت که چند هزار نفر اونجا توی منان نمیرفتن زیر دستبال لعه بشن 500-600 تا ایرانی اونجا کشته بشه. اگر خدا موج داشت که دو تا پسر جوان ایرانی که رفتن زیارت خانه خدا پلیس ها نمیدنن اون پشت ترتیب چونه بدن که دمیم رو این چیزی علکی خوش نکنیم. برحال دراویش گفتن که ما میخواییم با خدا رابطه برقرار کنیم. این یک خب یک کمی دین رو متعادل میکرد، یعنی اون سختی دین رو این مقدار کم میکرد و مردم یه سری رفتن دنبال این. بعد مرید مرادی شد، ما باید از این مراد ماست، ما باید از این اطاعت کنیم. بعد هایی در نعمتی شد، نصف شهرهای ایران محله های هایدنی محله های نعمتی با چوب و چماق هم دیگر میزدن دنبال هم دیگر میکردن کدر میزدن حتی میکشتن. خب حالا اومدی میگیم که نرن ایران، یه تو میگن نرن نذارن امریکا نذارن اینا برن ایران،
دیگه ترسشون نمیده، میان تو خیابون تظاهرات میکنن، والا نمیکنن. اونایی که میرن ایران، اونایی که اهل شجاعتن تظاهرات میکنن، تظاهراتشون میکنن که برن ایران که نرن ایران. یک آقای رو میشناسم ساکن ایرانه، هر دفعه میاد تو استان تو همه تظاهرات شرکت میکنه، یک کلاه یه عینک دودی، هیچ کس نمیتونه بشناسه این کیه. آخه شما فکر میکنید که مثلا فرض کنید که این آخه ما یه وقت دارم خودمون رو میترسونیم، شما فکر کنید اینا مثلا فرض کنید که توی همین آقای شاهکار بینش پژوه اومد تو جمعیت تو همین استان اومد سالونم پر پر، همشون به خدا و دین و محمد و اینا آقا بعد اینا میگفت، شوف ببینید همه عکس مردم رو گرفتن که تو رفتی این به دیدن این کنسرت، پس دیگه تو اروگا میگیریمه. از کجا اصلا میتونه اصلا خود آقای شاهکار من بینش پژوه هم بره تو ایران؟ ممکن نگیرن، چون معلومه که اسمش مستعاره. خب حالا من این میخونم نوشتم، این بالاش یک عکسیه، این عکس رو نشونتون بدم. این عکس جوانای ایرانیه که در 11 سپتامبر رفتن توی خیابونا گریه کردن برای کشته شدن آمریکایی. ببینید، یک، در عربستان سعودی هر چه پول نفت است و هر قدر احترام است متعلق به مردان خانواده سلطنتی سعودی است. زنها و دیگر مردان هیچ آزادی و احترامی ندارند و با کوچکترین انتقاد از خانواده سلطنتی سر آنها در حضور مردم با شمشیر از گردن جدا می شود و امریکا و غرب هیچ اعتراضی ندارند، زیر چشمشان به دلارهای عربستان است. دو، تقریبا همه می دانند که عربستان سعودی سنی وهابی است و این همان اعتقاد ابوبکر بغدادی است و این گروه با حمایت مالی عربستان سعودی و چند کشور دیگر پایگذاری شده است. سه، همه میدونن که رژیم اسلامی ایران شیعه است و کشته شدن هر مسلمان شیعه به دست یک مسلمان سنی از طرف فتوا دهندگان داعش و سعودی مجاز است و هیچ اعتراض جهانی هم مشاهده نمی‌شود. چهار، تنها رژیمی که عملاً وارد مبارزه با داعش شده است و آنان را از شهرهای عراق و سوریه بیرون میراند رژیم اسلامی ایران است که تاکنون 12 دسامبر 1350، اون روزی که مقاله نشد، تاکنون یعنی تا این تاریخ بیش از 60 نفر از جوانان برازنده ایرانی در این نبرد جان باختند. حالا اگر یک کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا با برق دلارهای نفتی بگوید داعش و رژیم اسلامی یکیست، بابا من باید بروم مغز خودم رو جراحی کنم. ببینید، ممکنه الان تو ذهن شما بیاد که آقا اینا پاسدار هم نبتن کشن. آقا اون پاسداره مگه ایرانی نیست؟ مگه اون پاسداره بچه ایران نیست؟ مگه فرزند ایران نیست؟ مگه اون پاسداره پسر خاله شما نیست؟ مگه اون پاسداره فامیل من نیست؟ اینا میرن اونجا فرمانده هم، اینا جنرال هم، اینا که جنیستن که ایران یه سری استخدام میکنه از افغانی ها، به اونا پول میده، کارت اقامت ایران میده، به 500 دلار هم میده، میگه بدید بجنگید. یه سری میرن ارتش سوریه و عراق رو فرماندهی میکنن که چیکار بکنید چیکار نکنید. اینا جمال های متخصص ایرانی هست، حالا از میگه پاسداره. جایی که من میدانم از آغاز رژیم دیکتاتوری اسلامی در ایران به علت عملکرد خوب سازمانهای امنیتی آمریکا تنها یک انسان ایرانی مخالف رژیم اسلامی به دستور رژیم اسلامی به دست یک تبعه افغانستان کشته شده است. 6. پس از رویدادهای 11 سپتامبر و نابودی برج‌های دوقلوی نیویورک، تنها و تنها جوانان برازنده و شجاع
و شیکوش ایرانی بودند که علی رغم یورش های ماموران رژیم اسلامی شمع به دست در خیابان های ایران راه افتادند و برای کشتشگان امریکایی عشق ریختند. من این ویدیوهاش اون زمان دیدم، عشق میمرده چشم این پسر و دختره. هفت، عربستان سعودی برای لطمه زدن به ایران و روسیه تولید نفت را زیاد و بهای آن را پایین نگاه می‌دارد و این سبب می‌شود استفاده از انرژی‌های آفتابی و بادی و آبی غیر اقتصادی شود و لذا به بد شدن محیط زیست کره زمین کمک می‌کند. ولی اعتراضی نیست. ببینید، من اون دفعه درباره انرژی آفتابی گفتم. انرژی آفتابی اینجا می‌ذارید دو خونتون 20 تا 40 هزار دلار خرجشه. حالا ممکنه 100 درصد مصرفتونو بده یا ممکنه 70 درصد مصرفتونو بده، ولی بسیار سرمایه بذارید و قطعاتش باید یه مدت به مدت عوض بشه. خب شما میده حساب میکنید که آقا من هر کیلووات برق با این شیوه چند درمیاد دارم، اگه از کارخونه برق بخرم چقدر درمیاد. وقتی که نفت ارزونه، برق هم ارزونه، چون زور صرف نداره تو اون کارا رو بکنید. این تقسیمی که تقسیم عربستان سعودی هیچ کس هم اعتراض نمی کنه. هشت، در رویدای 11 سپتامبر 16 جوان تبعی عربستان سعودی مبادرت به ربودن 4 هواپیمای پر از مسافر امریکایی کردن. تو بنفذ یکی از آنان از سوار شدن به هواپیما عقب ماند. دو هواپیما را به دو برج دوقلو کوبیدن و یکی را به پنتاگون وزارت دفاع امریکا کوبیدن و یکی هم در پنسیلوانیا شهید کرد و این هر 16 تن تبعی عربستان سعودی بودن. و باز هم برق دلارهای نفتی عربستان چشم رهبران امریکا را کور کرد و ندیدن و اعتراض نکردن. نو در جا به جای خاورمیانه و به ویژه در پاکستان و افغانستان آموزشگاهی به نام مدارس قرآنی وجود دارد که همه آنها به خرج عربستان سعودی و دیگر شیخ نشین های نفتی سنی است. به بچه ها ظاهراً قرآن می آموزند، ولی گاه به گاه معلم یک مسلسل به دست بچه قرآن خوان می دهد و می پرسد این چیست؟ شاگرد می گوید این مسلسل است. معلم می پرسد به چه کار آید؟ به چه کار می آید؟ شاگرد می گوید باید به آن به قلب آدم های غیر مسلمان یعنی غیر سنی نشانه رفت و شلیک کرد و کشت. دوست عزیز امریکا یعنی عربستان سعودی پول خرج می کند تا تروریست پرورش بدهد و در واشنگتن از رجال عربستان سعودی پذیرایی می شود و آقای بنا تا کمر جلوی آنان تعظیم می کند. ده، اگر رژیم اسلامی به تحریک ایرانیان مسکوگرا، ببینید، اگر رژیم اسلامی به تحریک ایرانیان مسکوگرا که در آن نفوذ دارند از دولت‌های غارتگر روسیه و چین حمایت می‌کند و به امریکا بد و بیرا می‌گوید، تقصیر من ایرانی چیست؟ آخه منم که با اون بدم که، منم از اون که زوال بودم که، منم که کار زندگیم رو داشتم فرار کردم که. آقای کارتر 150 میلیون دلار به آقای خمینی داد، چرا؟ ممکنی تو دلتو بگید آقا این شایعه از کارتر 150 دلار داده. من دفعه دیگه از توی کتاب بهتون نشون میدم، دلیلش میارم، صفحهش میارم که 150 میلیون داد، غیر از اینکه لیبی داد، غیر از اینکه 250 میلیون یاسر عرفات قرض داد به آقای خمینی، بعد اومد ازش گرفت وقتی این به قدرت رسید، اون پول یاسر عرفات پس داد. و بسیاری حاجی روغنی بسیاری از پولدارای ایران پول میگرفت، خرج تا انقلاب خرج داشت. خانم آقای من واقعا نادان بودم، عجب نادان بودم من. این همون داستانه. من فکر کردم چجوری این همه بلنگو تو خیابون از اینجا به اونجا، چجوری این همه آدم رو میارن، چجوری این صفه، چجوری این بلنگوهای به دیوار به تیر برق نصب شده، بلنگوهایی که دست اونا، این همه جمعیت اینا رو میبرن.
همه رو با اتوبوس میوردن اونجا پیاده میکنن، بهشون غذا میدادن، پول میدادن، اینا رو میگفتن تظاهرات کنیم، مثلا از نمیدونم پادگان فلان تا قیطریه تظاهرات کنیم، اونجا تموم میشه تظاهرات. ای بابا اینا چجوری رفتن اونجا این همه آدم؟ اومدن پایین چجوری تظاهرات؟ اگه با ماشین خودشون رفتن، خب ماشین چون اون تهی که حالا 5 کیلومتر اومدن، حالا اینجا چجوری میرن سراغ ماشین چون دوباره؟ که اتوبوس آقا همه رو میبودن پول میدونن، همه با اتوبوس میبودن، همه کاری که الان میکنن برای تظاهرات، برای جمعه، برای نماز جمعه، برای اتفاقات مختلف میرن از اونجا، روستایی ها رو از روستایی مختلف جمع میکنن یا از شهرها یا مدرسه ها فلان جمع میکنن، میارن بهشون پول میدن، ساندویچ میدن، فلان میدن، ور میدونن میارن اونجا پیاده میکنن، تظاهرات کنن، اونجا از اونها جمع میکنن، میارن سر خونه زمینشون. این همه پول میخواست و چه بسا به نویسندگانی باید پول میدونن که تو مطبوعاتی که اون موقع آزاد شده بود بر علیه رژیم و بر علیه ارتش بنویسن. من تهمت به کسی نمی کنم، من از کجا می دونم آقای علی اصغر آج جلادی که اون همه فش می داد به ارتش، اون همه ایراد می گرفت به رژیم، که خودش تو کتابش نوشته که آقا شاه همونو خوند، بعدی جاش علمان گذر گفت راست میگه. خرج اون استنسل کردن و پخش کردن و فلان اینا کلی پول بود، در کلی می آورد آقای علی اصغر آج جلادی. خانجی بخانی به تو پول می داد؟ حتماً حتما. شما که هنوزم که خانت و آپارتمان تو مصادره کردن، گرفتن همه اموالت، گرفتن خودت فراری شد، یعنی بری میگیرن تو را میکشن، هنوزم بری به اون بگیم بعد میگی از اینا خود تعریف میکنی. آخ حالا کنگره امریکا و سنای امریکا دارن قانونی برای محدود کردن مسافرت ایران و به خارج از امریکا و برگشت به امریکا تصویب میکنه. البته حالا تصویب شده، اون موقعی که من نوشتم تصویب میکنه. یعنی یک ایرانی که دارای یک شرکت بزرگ ساختمانی است، این ایرانی که میگم من میشناسم، یعنی مثالی که میزنم مثالی است که وجود داره، از خودم در نمیآورم. و در ایالت های امریکا آپارتمان و برج مسکونی تجاری می‌سازد و دامنه فعالیت خود را به کشورهای جنوب امریکا هم گسترش داده است و با هواپیمای شخصی به کارگاه‌های خود می‌رود و کل به دولت امریکا مالیات می‌دهد. حالا برای شرکت در مراسم عزای بستگان یا عروسی فامیل به ایران برود، باید برای برگشت به امریکا در صف تقاضا کنندگان ویزا بایستد. 12. رسیدن به این وضعیت در اثر عدم آگاهی سران امریکا و برق دلارهای نفتی است و از طرفی به دلیل بیتفاوتی من، سکوت من، تنبلی من و اینکه من که ضرر نمی کنم گروه به قول دیگران، بیایید از این بیتفاوتی به درائیم، جمع شمیم، اعتراض کنیم، نامه بنویسیم، برای سناتورها، برای اعضای کنگره امضا کنیم، تظاهرات را بیاندازیم و از خودمون دفاع کنیم و نگذاریم حماقت سران رژیم اسلامی و عدم آگاهی سران رژیم اسلامی سبب ظلم بزرگ بر ایرانیان شود، به امید برخواستن همه ایرانیان. ببینید گفتم بهتون با چند نفر بحثای طولانی سر این قضیه داشتیم، ولی همه‌شون آخر سر قبول کردن که ایرانی تروریست نیست، رژیم اسلامی تروریست ممکنه باشه، تروریست پرور باشه که هست. البته آقای شاپور بختیار در پاریس سرشو بریدن، کشتنش، حالا سرشو نمیدونم بریدن یا نه، کشتنش. آقای فریدون فرخزاد کشتن، آقای عبدالرحمن قاسمی و یارانش کشتن، بسیار دیگر رو کشتن. رژیم تروریست و تروریست پروره، اما مردم ایران نیستن. اینجا بستگان من میخواست بیاد امریکا، وقتی همه کارش درست شده بود خواستنش توی دادگاه انقلاب اوین، بردنش توی اتاق پاسپورت، معمولا توی اون اتاق یه نفر یه نفر دیگه، پاسپورت جلوش کاغذ گذاشت اسمتون رو بگید فلان، پسرتون میگه بعد این آقا پسرش امریکا بود،
بعد گفت بچه ها افضال خانوادتون کجاست؟ به اینجا رسید که پسر من امریکاست. نه آقا گفتن که چطور پسر تو پسر؟ گفت نه آقا پولای ما رو برداشت، طلای مادرش رو برداشت، فرار کرد رفت و ما هم قهر کردیم ازش. گفت بچه رو دوباره بهش رابطه داشتی؟ گفت بابا پسر اون بوده دیگه، قهر کردیم دوباره آشتی کردیم دیگه، قرار نبود تا آخر اون رو قهر کنیم. این دوست من قسم میخورد، میگفت پاسپورت کاغذ رو گذاشت اینجا، کتوی بود دیگه، سوال جواب بود. گفت ببینم یک پسر مثلا 20 ساله میره امریکا چی میگه که قبولش میکنن پناهنده میشه؟ تکرار میکنم، پاسپورت دوست من داشت میپرسید تو دادگاه انقلاب اوین، ازش میپرسید که تو سینجینش میکرد که میخواست نذاره بره امریکا، میخواست همین پاسپورت رو پولش بگیره نذاره بره اونجا. بعد به اینجا رسید که پسر تو گفت، همه کارگر کنار کتبی بود دیگه، همه کارگر کنار گفت پسر تو چی گفت به مقامات امریکایی که قبولش کردن که پناهنده بشه تو امریکا؟ میدید به همچی؟ یعنی پاسپورت دنبال اینه که پسرش بفرسته امریکا، میخواست راهش رو پیدا کنه. و چون این آقام خیلی راهنمایی کرد که چی گفت چی نگفت چی نگفت، بلش کرد. اگه گفت من نمیدونم میکردش تو الکتونی. یعنی اینجوری مردم ایران اون یارو، این اوائل انقلاب بود، اوائل انقلاب که اون چیزی گرفته بودن به اصطلاح سفارت امریکا رو گرفته بودن، میگفتن لانه جاسوسی، میگفتن تظاهرات. یارو فیلم برداری میگفت، بگو من وقتی فیلم میگرفتم اونها میگفتن مرگ بر امریکا، مرگ بر امریکا، مرگ بر فلان فلان. وقتی میبینم دوربین چراغش کار نمیکنه، برنامه‌ریزی خاموش، این دیگه فیلم نمیگیرم، میبینم میگفتن جلو چجوری میشه اون جای امریکا رو گرفت. ما کی ملت تو بیما ملت سازشکاریم، بخوام هر جا راحت تره بریم اونجا. این بسیار بده. ما این سازشکاری، این سوچونی رو باید بگیم کنار، بگیم کنار. ببینیم ما میدونیم چجوری، اگه 20 نفر بیان اون سر کوچه خونه ای رو بزن قارب کنن بکشن آدماشو، ما حساب میکنیم بگیم او 15 تا خونه ما مونده بلش کن، یه خونه دیگر بزنن، ما میگیم 14 تا الان به ما مونده بلش کن. پا نمیشیم که هم بشیم بریم آقا بریم 20 خونه این تیم کوچه، هر کنیم دو نفر بریم میشیم 40 نفر، میریم اونا رو همه خونه ها علا افتیر دارن. اینجوری نیست که تو ایران دوز افتیر داشته باشه، همه تو خونه ها و افتیر مسلسل و توفنگ رو ندارن، مسلسل ندارن ولی شاتگان و افتیر رو ندارن. پاشیم بریم 20 نفر بشیم بریم جلوش رو بگیریم، نذاریم اون خونه اولی رو غارت کنن. اما ما ایرانی میگیم نه، خونه اولی رو غارت کردن خب با خونه ما 15 تا فاصله است، بابا بیا بریم بخوابیم. این فکر رو باید عوض کنیم. ببینید یه سری مردم هستن که به خودشون فکر میکنن، اینا یا خرج دخل زندگیشون سخته به سختی میگذرونن که حوصله این که بگن به دیگران فکر کنن ندارن، چون باید فکر کنن خب فردا بچم میگه پول کتاب بده از کجا بیارم. یه سری هم پول در میارن اما دنبال شکوه خودنمایی و خود برخ کشیدن و ماشین من مدلش باید بالاتر بشه، لباس من باید مارکش بهتر بشه، خونه من باید فرشاش گرونتر بشه، دوباره این چیزا. البته اینا بد نیست ها، اما در اصل باید به فکر مردم هم بود. من نمیشم به فکر ایرانی ها باشیم، بلکه به فکر همه مردم دنیا باید باشیم، از جمله ایرانی ها. باید به فکر این باشیم که چرا کره زمین گرم میشه، مبارزه کنیم که نذاریم جلو کره زمین گرم بشه، مبارزه کنیم نذاریم اکسیژن هوا کم بشه، گازهای سمی زیاد بشه، مبارزه کنیم که گازهای گلخونه‌ای نرن این بالا بایستن و هوای زمین رو گرم کنن، مبارزه کنیم که جمعیت زیاد نشه، افزایش جمعیت بزرگترین خطری برای کره زمینه. این همه رو باید فکر کنیم. و در ضمنی که برای همه ملت های دنیا فکر میکنیم، بر ملت خودمون فکر کنیم. اون شرکت های استعمارگر فراملیتی گفتم اینا میخوان فقط پول در بیارن، هیچ ارتباطی هیچ کسی به ملیت، خانواده، به شاعر قدیمی، به نمیدونم مولوی، به زردوش،
به فردوسی اینو نوشته بشید، به کشورتون نوشته بشید، فقط کار کنید پول بگیرید، حرف غیر از این نزنید. یعنی میخوام ماشین انسان رو تبدیل به ماشین اوتوماتیک کنم، تبدیل به ربات کنم، آدم آهنی کنم. ما توی ایران گفتیم آدم آهنی، تبدیل به آدم آهنی کنم. خب ما باید با این جریان مبارزه کنیم، نه به خاطر ایران بلکه به خاطر همه دنیا. باید دیگه ما اینجوری نیستیم که همه پول ما مثلا کارخونه پپسی کولا بره توی کجا بهتره، بره مثلا توی فرض کنیم که کشور سوماترا، اونجا کارگر از اونتر زمین خوبه، آبش خوبه، اونجا پپسی کولا خوب درست میشه، از اونجا به همه جا صادر کنیم. این فکر درست نیست. بعد پپسی کولا که تو امریکا مصرف میشه توی امریکا تولید بشه، بعد پارچه که تو امریکا مصرف میشه توی امریکا تولید میشه، یا اگر مثلا فرض کنیم که پارچه از انگلستان میاد، خوب خوبه مبادله پارچه هست، اما نه اینکه پارچه امریکایی رو بدیم توی مثلا فرض کنیم که دهات چین درست کنیم بیاریم اینجا. این فراملیتی، این دیگه همه سنت ها رو چیزی رو پا گذاشته میشه. خب من اینو، این مقاله رو با ترجمه انگلیسیش بهتون قول دادم، گفتم میزنم روی وبسایت. متاسفانه یه مشکلاتی پیش اومد، اون خانومی که کمک میکرد یه جوری آف گرفت و یه جورایی شد، من نتونستم به قولم عمل کنم. ولی با اون آقایی هم که ترجمه انگلیسیش رو به عهده گرفته هنوز برای من نفرستادن، و امیدوارم که ایشون هم، البته میدونم که تلویزیون ما هم تماشا نمیکنن، امیدوارم که بفرستن و اینم من بتونم هر چیزی رو. ولی به هر حال وبسایت اینه، وبسایت www.parvizninui.net. زیاد سخت نیست ها؟ بله. من به آخر برنامه رسیدم، میگم یالا برای چیه؟ الو. گوشی. جناب سیاوش لشکری خیلی خوش آمدید به برنامه ما، روی سازه روی خط پخ میگه بفرمه. زنده باشید، خسته نباشید، درود به شما، درود به همه همکارانتون، آقای امیدوار و سایر دوستان. من از این فرصت آخر خواستم فقط استفاده کنم که شما حرفاتون رو زده باشید، سپاسگزاری کنم از شما آقای توکلی. برستی من شرمنده میکنید هر بار این تلفن و اسم بیداری و این مسائلی که در آن هست رو مطرح میکنید، و واقعا من بی نهایت از شما سپاسگزارم. این آقای توکلی با بیماری و ناخوشی و هر طور که باشه این کار رو انجام میده، و من بسیار واقعا شرمنده هستم که این کار رو میکنید شما. ضمناً از بیداری خوشبختانه در خیلی جاها الان صحبت میشه، آقای باقری در ایران آریایی مرتب ازش میخونه، بسیار عالی، خراسانی در تلویزیون میهن میخونه، شما جناب آقای مینویی، آقای همایون در کانال یک میخونه، آقای توکلی همینطور، آقای سوربی در تلویزیون مردم زحمت میکشن برای بیداری هم، و به هر حال در اون جا پخش میشه. یه مجله هم هست در همین سندیابو که چندین مطلب از بیداری میذاره هر شمارش، ولی خب هیچ ذکری نمی کنه که این از کجا بوده، ولی من خوشحالم که به هر حال این نوشته ها پخش میشه. من بیشتر زنگ زدم که از شما سپاسگزاری کنم، از آقای توکلی و همه دوستان فقط سپاسگزاری کنم که واقعا منو شرمت نمی کنید. خواهش میکنم، لطف دارید، حتما این ما وظیفه‌مون انجام بدیم، هیچ فکر نکنید که یک کار فوق‌العاده میکنیم. باید هر ایرانی که دلش برای ایران میسوزه باید این کارا رو بکنه. بله، بسیار سپاسگزارم که اومدید، لطف کردید، زنگ زدید و محبت کردید، سپاسگزارم ازتون. و از بزرگی شما که میگید یه مجله مطالب ما رو میمیسه بدون مأخذ، ولی من خوشحالم، این نشانه اون ایران فکریه، اون ایران به قولتی ایران فکر ایران شهریه، گذشت و دهش شاد و پیروز باشید. مرسی، لطف دارید، خیلی ممنون، با آرزوی سال خوب برای همه شما عزیزم، سپاسگزارم ازتون. بله، خب منم برنامه به پایان رسید، از شما عزیزان که به برنامه توجه کردید بسیار سپاسگزارم، از جناب امید امیدوار که برنامه رو در اتاق فرمان واشنگتن،
از آقای ناصر توکلی که در رادیو ایران هوستون تگزاس و از آقای پارسا صحبی که در تلویزیون مردم تیوی پخش کردن بسیار سپاسگزارم. بار دیگر از شما خانم آقایان عزیزی که به این برنامه توجه کردید سپاسگزارم. امیدوارم زنگ بزنید نظرتون رو بگید دیگه، برای من شاید راه اشتباه میگم میرم منو روشن کنید. خیلی ممنون.